تحلیل اقتصادی دی ماه 1401. درود بر شما، امیدوارم حالتون خوب باشه. من معین صادقیانم و توی این ویدیو طبق روال یکی دو ماه پیش تا الان میخوام براتون تحلیل اقتصادی یک ماه پیش رو و بعد از اون رو ارائه بدم. خب تصمیم گرفتیم که هر ماه تحلیل‌های اقتصادیمون رو در قالب یک ویدیو خدمت شما عزیزان ارائه بدیم و آن چیزی که اتفاقات ماه در آینده رقم خواهد زد رو هم بررسی بکنیم. اینطوری بعد از چند بار تحلیل ما یک دید خوبی نسبت به حداقل 4-5 ماه آینده داریم. البته چیزی که امروز داریم و میخوایم راجع به تحلیل بودجه هم صحبت بکنیم، یه مقدار این دیده گسترده تر میشه و تعمیم پیدا میکنه به کل سال بعد. خب در مورد انواع بازارها سوال شده بود و من خودم هم میخواستم مستقیما راجع بهشون صحبت بکنم، اما با تمرکز بیشتر میخوام راجع به بازار ملک باهاتون صحبت بکنم. پیش از اینکه راجع به بازار ملک صحبت کنیم، بذارید یک گریزی بزنیم به تحلیل پیشینمون. توی تحلیل قبلی بهتون گفتم الان ارزندگی روی دلار طلا هست، گفتم خودرو رو خیلی ارزنده نمیدونم به خاطر ماهیت خودرو، به خاطر نوع بازارشه. البته اینکه من شناخت خیلی خوبی هم نسبت به بازار خودرو ندارم بی تأثیر نیست. من بازار خودرو رو رصد میکنم، دوستانی دارم که خیلی فعالن توی این حوزه، ولی چون به طور مستقیم درگیر بازار خودرو نیستم، یه مقداری در واقع این عدم شناخت من باعث میشه که توی تحلیلام نسبت به بازار خودرو محتاطانه رفتار بکنم. تا پایان آذر ماه ما دیدیم که چند تا اتفاق افتاد. دلار اومد رکوردهای عجیب 44000 تومانی رو زد. طلا رشد زیادی کرد. خودرو رشد روزانه‌ای کرد، عملاً با دلار بالا پایین میشد و صحبت از بورس هم شد. بورس توی چه وضعیتیه؟ بورس دوستان الان سهام بورس ارزنده است. توی ویدیو پیشینم گفتم سهما تو کف قیمتی هن، رشدهای خوبی دارن، ولی پول جدید، پول تازه نفس داخل بازار بورس نیومده و این مسئله باعث میشه که یه مقداری ما نسبت به بورس و رشدش باید محتاطانه عمل بکنیم. اگر که میخواید نوسان بگیرید، بورس جای خوبیه برای گرفتن نوسان‌های متناسب با بازار ارز، چون دلار که میره بالا بورس هم بهش واکنش نشون میده. اینکه بورس رفته بالا به خاطر این نیستش که بورس ذاتاً الان آماده رشد شده. درسته که سهم‌ها ارزندن. وقتی میگیم سهم‌ها ارزندن یعنی چی؟ یعنی قیمت سهم‌ها توی یه کفیه که انتظار رشد میره، ولی از اون طرف هم ما شاهد این هستیم که به خاطر وضعیت دلار سهما رشد میکنن، اما نه به خاطر خود وضعیت بورس. به هر حال یه سبد خوبی که من دو سال پیش یه سبدی بهتون گفتم، همین الان اون سبد توی سوده، اون سبدی که خودم خریدم. یه سبد خوب اگر بتونید آماده بکنید و برای بلند مدتتون در نظر بگیرید توی بورس، به نظر میاد گزینه مطلوبی باشه. اما مشخصا به صورت مستقیم نمیتونم بهتون بگم چه سهمی خوبه و از لحاظ بازار روی کدوم کار بکنیم بهتره. همه اینا رو داشتیم ولی جای یک بازار خالی بود، بازار ملک. ماه گذشته در آذر ماه بازار ملک اصلا ازش صحبتی نمیشد و رشد آنچنانی هم نداشت. قبلا فکر کنم 3 سال پیش بود من بهتون گفتم که خیلی وقتا هست یک سهمی یا یک بازاری شروع میکنه رشد کردن، اون میشه پیشرو، پیشتاز، و بقیه بازارها دنبالش میان. توی ایران معمولاً به صورت سنتی اگه بازارهای مالی در نظر بگیریم، دلار بازار پیشتازه و بازار ملک پرتأخیرترین و کندترین بازار نسبت به بازار دلار. علتش هم مشخصه، چون بازار ملک تنوعش خیلی زیاده، در واقع ملک دارایی که همش از یک جنس نیست. از طرف دیگه ملک قیمتش بسیار بالا رفته و عملاً خریداران خرد از بازارش حذف شدن. این مسائلی که باعث میشه هی کندتر و کندتر بشه این بازار ملک. اما وقتی یک مجموعه از بازارا رشد کردن، اینطور نیست که بازار ملک هم تا ابد در جا بزنه. بازار ملک الان دیگه وقت رشدشه. بازار ملک وقتی میگیم میخواد رشد بکنه، اینجور نیستش که از فردا شروع کنه با شتاب خیلی زیاد بره بالا. به همون دلایلی که بهتون گفتم، اینکه الان فعالان بازار ملک فعالان خود بازار هستن و از بیرون این بازار کمتر وارد این بازار میشن.
به خاطر اینکه تقاضای مصرف کننده اومده پایین. تقاضا برای سرمایه گذاری همچنان بالاست ولی مصرف کننده تقاضاش پایینه و مصرف کننده توانایی خرید ملک نداره و ترجیحش اینه که بره در واقع ملکایی رو اجاره بکنه و اجاره نشین باشه، یعنی در واقع چاره ای نداره جز این. خب پس انتظار رشد سریع مثلا امروز انقدر فردا اونقدر نداریم، ولی الان بازار ملک جز بازار ارزنده است، پس بورس و بازار ملک رو داشته باشید. من روی بورس خودم به شخص مستقیما الان فعالیت نمی کنم و بازار ملک رو ترجیح میدم، اما در کنار همه اینها بازارهای مالی سال 2023 رو نباید فراموش کنیم. بازارهای مالی جهانی الان تو وضعیت بسیار خوبی قرار گرفتن از نظر آمادگی برای رشد. بازار ارز دیجیتال آماده رشد، بازار طلا اینجوری که همکار منم تحلیلش رو دیدن یه مقداری درجا شاید بزنه، یه مقداری شاید افت بکنه، ولی ارزندگی خودش رو در طول سال حفظ خواهد کرد. یعنی ما در آینده نزدیک انتظار داریم که رمزارزها و طلا یه مقداری افت کوچیک داشته باشن و بعد آماده بشن که حرکت افزایشی خودشون رو شروع بکنن. و خیلی دقیق و روزانه من خودم بازار رمزارز رو دارم رصد میکنم که اون نوسان میان مدتی رو بهتون بگم که بتونید بگیرید. اما نوسان‌های کوچیک توی بازار رو میشه همین الانم گرفت، کما اینکه ما داریم میگیریم و ازش سودای خوبی رو هم به دست میاریم. بریم سراغ صحبت‌هایی که کرده بودیم، سوالایی که شده بود. گفته بودن تحلیل یورو هم بذارید، تحلیل دلار می‌ذارید، تحلیل یورو هم بذارید. ببینید تحلیل دلار به ریال تکلیفش مشخصه. تحلیل یورو، وقتی ما یورو رو میخوایم به ریال بسنجیم معمولا همه نگاه میکنن یورو به دلار ببینن چنده، اونو تبدیل میکنن به ریال. پس وقتی میخوایم ما تحلیل یورو رو انجام بدیم لازمه که تحلیل دلار رو بدونیم. تقریبا همون اتفاق توی بازار یورو میفته، مگر اینکه روی جفت ارز یورو یو اس دی توی نمودارهای فارکس تغییر محسوسی بخواد رخ بده که اونم به سیاست گذاری اتحادیه اروپا و آمریکا برمیگرده. اتحادیه اروپا زمستون رو که سپری بکنه یورو تقویت خواهد شد. البته سیاست پولی اتحادیه اروپا رو هم باید ببینیم که به چه صورت. در مورد فلزات گرانبها پرسیدیم. ببینید فلزات همش خوبه، یعنی شما اگر کارتون اینه حتما بگیرید. اونایی که ساختمون میخوان بسازن، من همیشه میگم هر چی میخواید برای ساختمونتون استفاده کنید همون لحظه اول بگیرید، یه انبار ارزون قیمت هم کرایه کنید، همه رو بریزید تو انبار. در طول اون یک سالی که دارید ساخت و ساز انجام میدید از انبارتون بردارید، مطمئن باشین ضرر نمیکنید، سود هم میکنید. و فلزات گرانبهای زیادی وجود دارن، من در موردش ویدیو اختصاصی میذارم، ولی مسئله اینجاست که مسئله فروشه. یعنی کسایی که میخوان نوسان از بازار بگیرن اگر به صورت فیزیکی بخوان درگیر کنن خودشون رو با فلزات گرانبها، اون وقت برای فروشش ممکنه دردسرهایی رو متحمل بشن. برای همینم بازار فلزات رو باید از دید یک سرمایه گذار بهش نگاه بکنیم و در موردش مفصل بهتون خواهم گفت. گفتید که اخبار فاندامنتال طلا رو چجوری میشه متوجه شد. اخبار طلا اخبار بازار اقتصاد دنیاست. اقتصاد دنیا رو اگر بدونید وضعیتش چجوریه طلا رو میتونید تحلیل بکنید. اما خیلی از تحلیلگرام تحلیل‌های مختلفی رو توی سایت‌های معتبر جهانی در اختیارتون قرار میدن. این تحلیل‌ها رو ببینید، من خیلی معمولاً سعی می‌کنم که تحلیل بقیه رو می‌بینم، خودم هم با سنجه‌هایی که دارم برای علم اقتصاد میام و اینا رو بالا پایین می‌کنم ببینم کدومش منطقی‌تره. و توصیه من اینه که یه مقداری علم اقتصاد رو یاد بگیرید، فوت و فنای فاندامنتالی طلا رو هم من در قالب یک دوره‌ای انشالله توی سال آینده توی یوتیوب خدمتتون ارائه میدم. یه سری صحبت هم شده بود در مورد تاریخ انقضای دلارها، چنین چیزی معتبر نیست، چنین صحبتی معتبر نیست. به صورت مقطعی و خیلی کوتاه ممکنه که مثلا چاپ‌های قدیم دیگه از اعتبار ساقط بشه، چاپ‌های جدید بیاد جایگزین بشه. ضریب فزاینده نقدینگی رو پرسیده بودن توی ویدیوی ورشکستگی بانک‌ها، بهتون گفتم به چه صورت بانک چه جوری داره پول تولید می‌کنه. یعنی یه نقدینگی رو دولت یا بانک مرکزی ایجاد میکنه، بانک همون نقدینگی رو بستش میده بدون اینکه پول جدیدی رو بانک مرکزی ارائه بده.
گفتم تفاوت طلای آب شده و مزیتش نسبت به سکه چیه. باز توی ویدیو دیگه براتون توضیح داده بودم. فقط اگه بخوام بهتون بگم طلای آب شده سکه خیلی نقدتره. سکه رو میبرید میدید همون لحظه قیمتش رو میگیرید. طلای آب شده یه ذره، این که میگم واقعا خیلی کم، از نقدینگی دوره و نهایتا شما یه کارمز خیلی جزئی رو باید براش بدید. و گفتم که با تصویب طرح مالیات بر ملک و مالیات بر عایدی سرمایه چه پیش خواهد آمد. مالیات بر ملک رو که دارن اجرا میکنن و اتفاق خاصی هم خیلی نمیفته، نهایتا اینه که کارت ملی های اجاره‌ای و اینجور چیزا میاد و بازار ملک همچنان مثل قبل خواهد بود، با یه تفاوت‌های خیلی جزئی. مثلا توی میزان عرضه شاید یه مقداری عرضه به صورت مقطعی بیشتر بشه و قیمت رو فکر نمی‌کنم تعدیل بکنه. اینکه عرضه زیاد بشه که کمتر تأثیر میذاره روی قیمت. حالا شاید بگید که خب عرضه و تقاضا چی؟ وقتی که عرضه بالا میره انتظار داریم که قیمت بیاد پایین، ولی ما یه بحثی هم داریم به اسم تورم. یعنی اون فروشنده میدونه که الان این ملکش رو اینقدر قیمت گذاری کرده، مثلا فرض کنید 10 میلیارد تومان قیمت گذاری کرده ولی واقعا مثلا 9 میلیارد و 500 میارزه، میدونه که 2 ماه دیگه این همون 10 میلیارد میارزه و اون خریدار هم میدونه که حالا نهایتا اینجا یه مقدار شاید گرون بخره ولی 2 ماه دیگه جبران میشه. در مورد بودجه یک ویدیو جداگونه مفصل براتون میذارم. فقط اینو بهتون بگم که بودجه انبساطی برای سال 1402 و حدود 44% رشد داره بودجه. وقتی که بودجه انبساطیه و منابعش، منابع بودجه هم از لحاظ در واقع اون چیزی که نوشته شده توی بودجه خیلی هم چیز دقیقی در نیومده، ولی عمدش مالیات 40% افزایش داشته و واگذاری های دارایی مالی هم از طرف دولت 63% رشد داشته. اینا حالا اون 63% احتمال تحققش بالاست، ولی این 40% با توجه به اینکه همین سال 1401 هم مالیات خیلی زیاد بود و خیلی فشار آورد به کشور، اگه سال آینده چنین لایحه بودجه بخواد اجرا بشه نارضایتی های عمومی رو خیلی افزایش میده و خواهیم دید که چه پیش خواهد آمد. و از طرفی هم باید بهتون بگم که با این وضعیت بودجه یه تورم 40% رو، یعنی تداوم تورم رو ما میتونیم انتظار داشته باشیم. الان تورم حدود 50%، سال آینده فعلا یه 40% رو اینجا داشته باشیم تا ببینیم بعدم وضعیت درآمدهای دولت چی میشه و این تورم ادامه دار، مگر اینکه میگم مثلا یه اتفاقای عجیب غریب مثل برجام و اینا که دیگه بهش فکرم نمی کنیم، رخ بده که این تورم رو بیاره پایین. پس تورم یعنی کاهش ارزش پول، پول نگه داشتن، ریال نگه داشتن منطقی نیست. ریالاتون رو تبدیل بکنید به دارایی‌های ارزنده، تبدیل کنید به کار، تبدیل کنید به سرمایه و در امان بمون. دیگه چه سوالاتی پرسیده شده؟ در مورد واردات خودرو پرسیده بودید. واردات خودرو توی این حجم هیچ تأثیری روی بازار نخواهد گذاشت، مطلقاً هیچ تأثیری. و اگه حجم واردات خودرو افزایش پیدا کرد، کرد، اگه نکرد نه، تأثیری نخواهد گذاشت. در مورد NFT ها پرسیده بودید. NFT ها رو میبینیم که بازارش یه مقدار رشد کرده. NFT ها رو الان هم من ورود بهش رو خیلی منطقی نمیدونم. توی دوره ارز دیجیتال و توی دوره متاورس بهتون گفتم علتش رو و یه علت دیگه هم میخوام بهش اضافه کنم. خیلی وقتا رشد بازار NFT ها به خاطر پولشوییه که میخواد اتفاق بیفته. مثلا مثال میزنم، دو نفر میان با هم قرار میذارن، یکشون میگه که آقا من فلان مثلا مبلغ رو حالا از یک راه نامشروعی به دست آوردم، چی کار بکنم؟ میگه که آقا من برای دلیفش میکنم. چه جوری؟ میگه که من میام مثلا فرض کنید این رو توی بازار NFT ثبت میکنم با یه قیمت خیلی بالا، تو بیا اینو از من بخر، پول میرسه به من، من یه درصدی برمیدارم پولتو بهت میرسونم. اینجوری پول شسته میشه و منشأش عوض میشه و این بازار NFT یکی از عوامش، حالا شاید حجم گسترده ای از بازار NFT رو این تشکیل نده که واقعا هم همینجوره، ولی علاوه بر تمام چیزهایی که تو دوره متاورس بهتون گفتم اینم چاشنیش بکنید. خیلی بازار NFT رو اصلا جذاب نمیدونم برای سرمایه گذاری. برای هنرمند و اینا بازار خیلی خوبیه ولی برای سرمایه گذاری نه. یه صحبتی هم راجع به چشمنداز اقتصادی کردین. چشمنداز اقتصادی رو بذارید من با دلار بهتون بگم. دلار با تعطیلی چین برای سال نو شده 20 روز چین کلن تعطیل میشه و میانه های دی ماه این اتفاق میفته. انتظار داریم که مقداری تقاضای دلار کاهش پیدا بکنه. تقاضای دلار که کاهش پیدا کنه روی قیمت تأثیر میذاره، تعدیل میشه. تحلیل ما هم
همون جوری که بهتون گفتیم رخ میده. حالا عددهای تحلیل من یه مقداری به خاطر هیجانات بازار شاید مثلا 2-3 هزار تومان رو شما باید بالا پایین در نظر بگیرید و در پایان سال هم انتظار داریم به صورت سنتی که تقاضای دلار افزایش پیدا کنه و این رشد رو داشته باشیم. اینو تا پایان سال داشته باشید و برای سال آینده هم توضیحاتی بهتون دادم. در پایان این ماه هم با دید کامل‌تری راجع به شرایط اقتصادی تا پایان سال باهاتون صحبت می‌کنم. وضعیت ولی زیاد خوب نیست از لحاظ اقتصادی، خودتون هر روز دارید میچشید و داریم هر روز دست و پنجه نرم می‌کنیم با یک اقتصاد بیمار. یه نکته هم بگم، یه ارز ترجیحی رو دوباره اضافه کردن برای کالاهای اساسی، چیزی که امسال حذفش کرده بودن و گفتن دیگه حذفش کردیم و دیگه مشکل اقتصاد برطرف میشه و جراحی اقتصادی از این حرفا، دوباره دیدن نمیشه، دوباره وضعش کردن و تغییر عمده‌ای رو من توی روی کرده دولت نمیدونم. یه بلا تکلیفی هم دولت داره که نمیدونه باید با اقتصاد چی کار بکنه. قیمت حامل‌های انرژی رو میخواد افزایش بده ولی هنوز این افزایش رخ نداده. در صورتی که این افزایش رخ نده، سال آینده با مشکلات زیادی دولت توی حوزه انرژی مواجه میشه. از طرفی هم اگرم افزایش بده، امکان اعتراضات خیابونی رو به شدت افزایش داده. امیدوارم که این تحلیل به دردتون خورده باشه. هر پرسشی دارید توی بخش دیدگاه بپرسید. توی ویدیوهای بعدی در موردش با هم دیگه صحبت خواهیم کرد. دوستتون دارم. خدا نگهدار.